به نام خدای بزرگ فهمم زیخافن. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی پر انرژی اومدیم شروع کنیم تا فصل سوم رو هم مثل فصل اول و دوم که ترکوندیم پار میداش کردیم واسه این که برید یه بیست خوشگل و اساسی بگیرید از امتحانتون، تحویل بگیرید و بیاید بیرون و من خودتون رو با هم خوشحال کنید. میخواییم فصل سوم رو هم همچنان پرقدرت، فصل خاصی نیست، عملا 11 هم تمام شده است، اما این فصل رو هم با تموم راحتی که داره ببندیم تا چیزی نمونه که نگفته باشیم. سلام، وقتتون بخیر. سلام استاد، بریم که یه شروع پرقدرت. حال شما چطوره؟ بریم یه شروع پرقدرت داشته باشیم. الهی به امید تو، با انتخاب واژه مناسب عبارت‌های زیر رو کامل کنید. پنبه یکی از الیاف طبیعی، اولین نکته پس یاد باشه پنبه یه الیاف طبیعیه. الیاف پنبه از سلولوز گیاه آباری کرد، الیافش از سلولوز تشکیل شده. شکل کتاب رو نگاه کنید، این شکلی نشون داده الیاف سلولوزه. درسته، آره، خود سلولوز از واحدهای ریزی به نام گلوکوز تشکیل شده، ولی الیاف که گفتش بگید الیاف از سلولوز تشکیل شده است. اگه مولکولای اتن از کنار به یکدیگر اضافه شده و زنجیرهای شاخه‌دار ایجاد کنه، منجر به تشکیل پلی اتن بچه‌ها. الان اینو جلوتر شکلش هم میارم، پلی اتیلن که تشکیل میشه یا پلی اتن، یا شاخه داره یا بیشاخ است، صافه. بله. اوکی؟ اونی که گفته شاخه داره، اونی که شاخه داره لابلاش چون فضای خالی زیاد پیدا میشه، فضای خالی داره، به خاطر همین چگالیش همچین زیاد نمیشه و چگالیش کمه. واکنش تولید پلی آمید مانند تولید پلی استره، با این تفاوت که به جای گروه عاملی الکل گروه عاملی آمین با عامل اسیدی واکنش میده. استاد اینا چیه دقیقا؟ الان جلوتر همه واکنشاشو میارم میریزم وسط قشنگ میفهمیم. دستگرمی اینا فعلا. متیل اتانوات و چی ایزومر ساختاری یکدیگرن، این مرور فصل دوم هم حساب میشه. بچه اونایی که آخرشون آت دارن استر هستن، پس با یه اسید باید باریکلا. این الان یه استر چند کربن است سنجد؟ متیل که یک کربن داره، اتانم دو تاست، اتانوات اتانم دو کربنه، مجموعاً سه کربن شد. پس این یه استر سه کربن است. استر با کی میتونه ایزومر باشه؟ اسید. با اسید هم کربنشه. پس الان ما باید بگردیم یه اسید سه کربنه پیدا کنیم. این که اسید دو کربن است، اما پروپانویک اسید اسمش چیه؟ پروپان سه کربن است. مونومر سازنده پلی سیانو اتن به صورت آها، در مورد پلیمرها و مونومرهاش و فلان و اینا صحبت کردم، من فعلا اینجا جواب رو میگم، جلوتر همه پلیمرها رو هم میریزم وسط همه نکاتش رو بهتون میگم. گفته مونومرش کدوم میشه سجاد؟ کدوم میشه؟ این هستش، پیوند دوگانه بین کربن و کربن اینجا باید باشه، نه اون کربنی که نیتروژن داره. حله، بریم سراغ بعدی. در شکل زیر بچه این شکل ممکنه که بهتون بده و جزئیاتی ازتون بپرسه. سجاد این چیه؟ سلولوز نخه نشاسته است. اینها چی هن؟ مولکول های گلوکوز هستن. گفته نام مولکول های آبی، گفتیم مولکول آ جز کدام دسته از پلیمر های طبیعی است؟ پلیساکارید. آباریکلا، پلیساکارید هستش. بله. چرا هنگام جویدن نان مزه شیرین احساس میشه؟ تجزیه میشه به گلوکوز. باریکلا بچه تو دهنتون نون که میجوید نشاسته داره، اوکی؟ نون نشاسته داره، نشاسته تبدیل میشه به گلوکوز، گلوکوز هم شیرینه، ما احساس شیرینی میکنیم. خیلی میخوای احساس شیرینی کنی، نگه دار نون رو توی دهان یه چند دقیقه نگه دار، میبینی که این مقدارش بیشتر میشه. من باورتون نمیشه، یه بار انقدر خسته بودم، مادرم یه موتورکا میگیم بله یه بله را آورد داد که ما بخوریم، بعد رفتش. من اینو خوردم، باورتون نمیشه، لقمه رو که گذاشتم توی دهنم خوابم برد. بعد یه ساعت بیدار شدم دیگه کلن این قسمت رو شیرین احساس میکردم. بگذاریم، یه پلیمر طبیعی دیگه نام ببرید که از اتصال مولکولای بی. یه پلیمر میگه نام ببرید که همون سلولوز. چیزی که اول گفتیه سلولوز.
برو بریم بعدی ببینم. آها، مجموعه ای که قطعاً سوال امتحانی باید داشته باشی، سوال کنکور هم داریم. مجموعه کاربردها، پلیمرها و مونومرهاشون رو من اینجا آوردم. مثلا اتن پلی اتن تولید میکنه، پروپن پلی پروپن تولید میکنه. یه توضیح کلی من بهتون بدم بچه ها، هر کیو که من میگیرم نگاه کنید، یه پیوند دوگانه کربن کربن میبینیم. بله. که میخوای پلیمرش رو رسم کنی باید چیکار کنی؟ این دو نفری که با هم پیوند دوگانه دارن بیاری توی خط راست رسمش کنی، پیوند دوگانه شو کنی یگانه. پس فقط کیا تو خط راست باقی میمونن؟ این دو نفری که با هم پیوند دوگانه داشتن رو میذاری توی خط راست، پیوندش هم به جای دوگانه میکنی یگانه. بقیه چیزهایی که میمونه رو یا بذار بالا یا پایین. ببین اینجا رو، من این متیل رو گذاشتم این پایین، گرفتی چی شد؟ این شد ساختار پلیمرش. الان دقیق تر توضیح میدم پلیمر رو، فقط خواستم این نکته رو اینجا بدونی. به عنوان مثال سجاد، کس دیگه ای رو بخوام بگم، بیاید اصلا روی اسلایت های مجزا من کامل اینا رو توضیح بدم. بچا این انتا پرو پانه مونومر ماه دیگه، این پروپانه، همونی که اینجوری میکش، ببخشید پروپنه، همونی که اینجوری میکشیمش. حالا هیدروژناشو من نشون ندادم اینجا، این همینه پروپن. اینه ببین، پروپن آلکنه، پیوند دوگانه باید داشته باشه. حالا من میخوام ساختار کلن واکنش پلیمری شدنش رو بکشم. شما هم باید بلد باشید رسم کنید. مثلا میگه پلیمری شدن مثلا همین پروپن رو رسم کنید، آرایشش رو بنویسید یا چیزهای مختلف. بیاید دونه دونه کار کنیم. بچه ها همیشه مونومرتون رو بردارید، بیا ایناش. بله. گفتم به صورت یه خط راست بکشید، بقیه رو بدید پایین. اوکی. هاشه چرا نیومده پایین؟ کدوم هاشه؟ خب میخوای بکش بیا. این میشه هاش، اینم میشه هاش. چه فرقی نداره. خب حل. همیشه دقت کنید واسه نوشتن پلیمری شدن، ان تا مونومر در حالت گازی میدهد یه دونه پلیمر. بله. حالا پلیمر رو چجوری رسم کنیم؟ خوب دقت کنید. بچه‌ها همین کربن کربن دوگانه‌ای که وجود داره با همون جزئیاتش آوردم اینجا کشیدم. منتها چه فرقی میبینیم؟ پیوند دوگانه باریکلا شده یگانه. حالا سجاد پیوند دوگانه بشکنه الکتروناش پخش میشه دیگه، یه دونه به این میرسه یه دونه به این میرسه. الان همین کربن میتونه از اون ور پیوند بده، همین یکی کربن میتونه از این ور پیوند بده. اصطلاحا میگیم دستاش آزاد شده، میتونن با بقیه پیوند برقرار کنن. حالا این از این ور میکشی، اینم از اون ور پرانتز میکشی بیرون. چرا خط ممتد رو کشیدیم که از پرانتز زد بیرون؟ تا چی رو نشون بدیم؟ که این ادامه داره؟ تا بگیم این واحد تکرار شونده هی تکرار میشود، هم از راست هم از چپ. حالا چند تا بستگی به تعداد مونومرات داره. مثلا 1000 تا از این داشته باشی 1000 بار این تکرار میشود. گرفتی چی شد؟ بیا چند تا نکته دیگه هم بگم. یه ان میذارم زیر این، معنی این ان چیه؟ یعنی واحد تکرار شونده ما ان بار تکرار میشه. این ان به چه معنا بود؟ ان تا مونومر، این تعداد مونومر رو نشون میداد. حالت فیزیکی پلیمر رو باید جامد در نظر بگیر. پس یه جمع‌بندی داشته باشیم. ما همیشه فرمول پلیمری شدنمون اینجوری هستش که ان تا مولکول گازی، بله، یا بهتر بگم ان تا مونومر گازی میدهد یه دونه پلیمر جامد. نکته بعدی، این سیر نشد، سیر نشده است، پیوند دوگانه داره، اما این سیر شده، همه پیونده‌هاش یگانه است. دیگه نکته بعدی که بخوام بگم، بچه ما همین را آوردیم اینجا گذاشتیم، پیوند دوگانه شد یگانه، یه پرانتز گذاشتیم، دو تا خط ممتد که زد پرانتز و شکافت رفت بیرون. یعنی این که واحد به این میگیم واحد تکرار شونده سجاد. واحد تکرار شونده از چپ و راست تکرار میشه. نفر بعدی پلی تترافلوروئتن. ببین اسمش چیه؟ پلی تترافلوروئتن. پلیشو برداری مونومرش به دست میاد. یعنی مونومر ما چیه؟ تترافلوروئتن.
واسه اینکه راحت باشید. سجاد اتن چیه؟ سی دو هاش چهار. به جای هیدروژناش فلور بذاری چی میشه؟ چهار تا فلور رو میگیم چی؟ تترافلور. به چی چسبید تترافلور؟ به اتن قبلیمون دیگه. پس اسم این میشه تترافلور و اتن. خب تترافلور و اتن اینه، ان تا تترافلور و اتن در حالت گازی میدهد یه دونه پلیمر در حالت جامد که یه ان گذاشتم زیرش، مراحلش رو نگاه کن، یه پرانتز گذاشتم، دو تا خط ممتد زدن پرانتز رو ترکوندن تا بفهمیم واحد تکرار شونده از چپ و راست ادامه داره، حالت فیزیکی هم که جامد هستش. به به ها ها، اینم فرمول نقطه خطش. سجاد این پلیمر رو بخوایم به صورت نقطه خط نشون بدیم میگیم چند تا کربن داره؟ دو تا کربن داره. این دو تا کربن ماست، اینو از این ور میزنی از پرانتز میزنه بیرون، اینم از پرانتز میزنه بیرون، به هر کربنم دو تا فلور چسبیده، این دقیقا همونه، فرمول نقطه خطشه. به به جذاب شد. آقا پلی سیانو اتن اسمش روشه، آقا پلیشو برداری مونومرش به دست میاد، سیانو اتن یعنی سیانو چسبیده به اتن. اتن چی بود سجاد؟ سی دو هاش چهار، هیدروژن 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 هیدروژن، سیانو اتن یعنی به این اتنه بیاد یه سیانید بچسبه، سیانید فرمولش از سی ان، پس این شد سیانو اتن. خب میارم اینجا مینویسمش، سیانو اتن رو آوردم اینجا نوشتم. سجاد انتا سیانو اتن در حالت گازی میدهد یه پلیمرش چجوری رسم کنیم؟ همینو میذاریم اینجا، پیوند دوگانه رو میکنی یگانه، یه دو تا خط ممتد رسم میکنی، یه ان میذاری زیرش، حالتش جامد هستش. این سیر نشده است، سیر نشده است، پیوند دوگانه داره، اما این سیر شده، سوتیه، این سیر شد. با این که پلیمره، با این که پلیمره، اما سیر نشده بازم. سی ان بچه ها اگه بازش کنم توش پیونده سگانه داره، و چون پیوند سگانه میبینیم این آقا میشه گفتش که پلیمری سیر نشده هستش. این هم نکته جالبی بود که واسه کنکور نیاز بلد باشه، واسه امتحاناتتون همچین اهمیتی نداره. آقا کربن و کربن اینها، بله، یه سی ان بهش چسبیده، بقیه هم هیدروژنن که نشونه نمیدهیم. آقا پلی وینیل کلورید، پلی وینیل کلورید چیه؟ همون اتنیه که یه کلور، اسمش رو شدیه پولی وینیل کلورید، پولیشو برداریم مونومرش به دست میاد، وینیل کلورید، اسمش رو کلور توش داره، وینیل کلورید یعنی یه کلور بزن به اتن. کلن بچه ها اساس ما این اتن است. اتن خیلی بهمون کمک میکنه تا راحت تر این ساختار رو به دست بیاریم. سیانو اتن چی بود؟ سیانیدی که بچسبه به اتن، پولی اتن که اصلا خودش اتن بود کلن، هیچی. وینیل کلورید، کلوریدی که بچه، کلوری که بچسبه به اتن. بیا یه کلور چسبوندم به اتن، ان تا از این در حالت گازی میدهد یه پولی وینیل کلورید در حالت جامد. همین، خاص دیگه ای نداره. این هم میشه فرمول. ببین فرمول نقطه خط رو چجوری میکشم، کربن با کربن این نیست. بیا یه کلور داره، یه کلور رو دادم بهش، از این بر خط ممتد میدم، از اون برم دوباره خط ممتد میدم، انتا حالت جامد. پلی استیرن چیه؟ پلی استیرن دوباره همون اتنو داریم، بله، که این دفعه بهش یه حلقه بنزن خورده. بیا اینجا حلقه بنزن رو میبینی؟ بله. خورده به یکی از کربون ها، انتا از اینا در این شد پلی استیرن. پلی استیرن میه پلی است، پلی استیرن الان میخوای پلیمرش رو رسم کنی چجوری میشه سجاد؟ پیوند دوگانه از بین میره، یگانه میشه و اینم همونه دیگه، دوباره ان اس. یه چیز جالب، این سیر نشده، سیر نشده، این هم سیر نشده، مثل کی؟ مثل پولیسیان و اتنی که گفتم، به خاطر وجود پیوندهای دوگانهی که توی بنزن وجود داره میشه گفتش که این هم سیر نشده است. این هم ساختار کلیش همینه دیگه، چه فرقی نکرد.
خب خیلی دیگه داریم واسه اینا وقت میذاریم. گفته با توجه به پلیمر سازنده هر یک از مواد در ستون یک، بچه ها سرنگ واسه یه ساخت سرنگ کدوم استفاده میشد؟ همون اسلاید اولی که آوردم همه یه پلیمرها یه جا بودن، ستون آخرش کاربردها بود که از هر پلیمر کجا استفاده میشه. برید نگاه بندازید ببینید که از هر کدوم که هر کدوم از این مواد تو ساختش کدوم یکی از اینا نقش داشتش. من هیچی نمیگم، با اون اسلاید سوالو حل کنید. جنبه مروری داره واسه تون. آها این همون سواله که گفتم شکلشو میارم. بچه این پلی اتنه. بله. اون یکی هم پلی اتنه. بچه جفتشون پلی اتن. یکیش خطیه، یکیش شاخدار هستش. اونی که خطیه قبول دارید فضای خالی نداره، پرتی نداره. چون پرتی نداره بهش میگیم پلیتن سنگین، سنگین میشه، چگالیش زیاد میشه. اما این پلیتنی که شاخه داره لابلاشه، هوا میره، فضای خالی وجود داره، به خاطر همین سنگین نیست، بهش میگیم پلیتن سبک. پس یادت بمونه پلیتن سنگین بدون شاخه است، پلیتن سبک شاخه داره. اینا رو قاطی نکنید، سوال باید داشته باشید. نیروی بین مولکولی در کدام قوی تره سجاد؟ خب اونی که سنگین تره دیگه. کدام بر سطح آب شناور میمونه؟ باز هم حواسمون باشه که سوتی ندیم. سجاد کدوم جوابه؟ یه لحظه. چی؟ اینا هر دو درست، این درست از این سنگین تره. آها. اما چگالی هر دوتاش از آب شناور. آباریک شلا. بچه ها دقت کنید. درسته این سنگینه، این سبکه، ولی این به این معنا نیست که این روی آب شناور میمونه، این یکی نه نمیمونه. جفتشون چگالیشون از یک کمتره. آره. جفتشون چگالیشون از یک کمتره. اینو باید بدونید. این عددش نیاز نیست حفظ بشید، ولی اینو حداقل باید بدونید که هم پلیتن سبک هم سنگین چگالیشون از یک کمتره و جفتشون روی آب شناور میمونن. خب دیگه کدام یک چگالی بیشتری داشته و شفاف؟ سجاد کدوم چگالی بیشتر داره؟ چگالی وطن این سنگینه بدون شاخه و شفافه. شفاف اینه. شفاف اون یکیه بچه، نقاطی نکنیم. اما این گفته چگالی بیشتر داشته باشه و شفاف باشه. هیچ کدوم، هیچ کدوم ویژگی رو ندارن. حل چی؟ با جرم مولی برابر تعداد پیوندهای کربن کربن در کدام بیشتر از سجاد؟ استاد اینا پولی اتن هن، درسته؟ بله. پولی اتن سیر شده است، یعنی آلکان هن دیگه. بله. آلکان هن چون کربون ها یکسانه، پیوند هم یکسانه. باریک شلده. بچه جفتشون آلکانه، سیر شده است، همه پیوند ها یگانه است. به خاطر همین تعداد پیوند کربون کربونه برابری باید با هم داشته باشن. اینم از این. سوال بعدی، تعداد اتم های کربون چه؟ اینجا شرط گذاشته. تعداد اتم های کربونی که به سه اتم هیدروژن متصل هستن توی کدوم بیشتره؟ این جالب شد. نگاه کنید بچه ها، توی اینجا یک کربون اینجا نشسته، بقیه زنجیره ای دیگه بهش چسبیدن سجاد. بله. الان اینجا تعداد این کربون، این کربون چند تا هیدروژن داره؟ سه تا. دوباره اینی که این سره سه تا، اما اینایی که این وسط هستن دو هیدروژنی هن. اما اینجا فکر کن مثلا بیا چهار تا کربن توی زنجیره داریم، یک کربن هم اینجا داریم، یک کربن هم اینجا داریم. الان کیا سه هیدروژنی هستن؟ اینایی که تو تهن، اینایی که سرن دیگه، این 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 این. پس اون پلیتنی که شاخه دار باشه تعداد کربن هایی که سه هیدروژنی باشن بیشتره. پس جواب میشه کجا؟ خیلی کلمات توامه، من دارم قاطی میکنم. شو ترکیب دو. ترکیب دو این شرایط رو بیشتر داره، پلیتن سبک یا شاخه دار. کدوم زیست تخریب پذیره؟ هیچ کدوم. بچه ها از اینا توی تولید نایلون استفاده میشه. نایلون هم که ما میدونیم زیست تخریب ناپذیره. برو بریم ادامه.
قبل از رسیدن به سوالات ادامه میخوام با ویتامین ها آشنا بشید که نکتش یه جوری توی ذهنتون بسپارید که از دستتون در نره. سجاد این ویتامین چیه؟ ویتامین آ هستش. خوب دقت کنید. آخه کلاً 4 تا ویتامین باید بلد باشید که محلول در چربی هستند. دکه. ویتامین دکه. دکه دی آ کا ای ویتامینایی هستن که محلول در چربی هستند. تو آب حل نمیشن. چون تو آب حل نمیشن ما زیاد بخوریم ضرر داره. اما مثلا ویتامین C. ویتامین C محلول در آب مصرف زیادیش هم ضرر ایجاد نمی کنه چون حل میشه تو آب از طریق ادرار دفع میشه. اما این یکی نه دیگه، از این خبران نیستش. اصلا من همه این نکات رو آوردم اینجا ولی اینا رو واسه کنکور باید بلد باشید، ولی واسه امتحانتون در این نت که اینو تشخیص بدید این چه ویتامینی هستش و چه گروه های عاملی داخلش وجود داره رو باید بلد باشید. اولا چه گروه عاملی توش وجود داره؟ الکل یا اوه هیدروکسیل باید بگیم که از نوع الکله. بچه ها از این به بعد اگه یه شکل دیدید که سجاد قبول داری این شبیه کله است یا بگیم شبیه تلویزیونه، تلویزیون قدیمی ها رو دیدید بالا سرش دوتا شاخه وجود داشت، اینم آنتنشه. حله؟ پس حلقه ای که آنتن داشته باشه، ببین اسمش میشه آنتن، اولش چی داره؟ آ. پس اینم میشه ویتامینه آ. اینجوری توی ذهنت بسپار داشته باش، با ویتامینای بعدی قاطی نکنی، واسه اونم یه حرکتی میزنم. ویتامین آ آنتن داره، آنتنش هم اینا دیگه داری میبینی. اما بریم بعدی، ویتامین دی. بچه ها ویتامین دی این هستش، من واسه این که جا نمیشده اینجوری چپش کردم، اینو بیایید صافش کنید، یه همچین ویتامینیه. شکلش تقریبا سعودیه، میبینی از اینجا شروع میشه میره بالا، توی خط صاف نیستش. بچه ها اون مثلا دارم میگم و این ویتامین رو میبینید شکلش توی خط صافه، میبینید؟ درسته. اما این یکی توی خط صاف نیست، چیه؟ سعودی. پس اون شکلی که سعودی باشه میشه ویتامین دی. میبینید سعودی دی. همینم هستش که تو خط صاف نیست. دقیقا بقیه تو خط صافه. این چه گروهایی داره سجاد؟ اوهاش هیدروکسیل داره. حله برو بریم بعدی. این یکی این ویتامینه کاه. من واسه که کا رو بهتر تشخیص بدم بچه ها اینجا رو میکنم یه خط. بله دیگه اینجوری هم اینو یه خط اینم یه خط میدم. فرقی نداره بچه ها، کلن این که ما داریم یه چیز من درآوردی در میاریم که تو ذهنتون بهتر بمونه. اینو یه خط بذارید این میشه کا. حله؟ این توی ذهنتون بمونه. یه چیز جالب سجاد، اینجا حلقه بنزن بود؟ نه این حلقه بنزن نیست، حلقه شیشتلی که یکی در میون دوگانه باشه، این یه دونه کلن دوگانه داره اینجاش، این حلقه بنزن نداشت. این حلقه بنزن نداشت. اونی که حلقه بنزن داره کیه؟ کاه. اما این نیست، ببین این حلقه بنزنش نیست، این حلقه بنزنشه. ببین داره بهت میخنده. پس این میشه ویتامین کا، این یادت بمونه. دیگه چه گروه عاملی داخلش وجود داره؟ سی او چی بود سجاد؟ سی اویی که به دوتا کربن متصل بود کتون. کتون بودش. همه اینا رو اینجا نوشتیم، دوست داشتی واسه کنکورت هم نگاه بنداز. اما این ویتامین سه هستش. چیا داره؟ هیدروکسیل. بله. هیدروکسیل 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 این استره، درسته؟ این استره. سی او او سی او دوگانه با یه دونه اکسیژن. حل. برو بریم بعدی. خب با استفاده از ساختار زیر و با استفاده از کلمات، ساختار مربوط به سجاد این کدوم ویتامینه؟ کاه. همونی که اینجوری رسمش میکردیم کاه، حلقه منزنم داشته شه. یه ترکیب چیه؟ آروماتیکه. ترکیبی که توش حلقه منزن داشته باشی آروماتیکه. دارای گروه های عاملی چیه؟ یه دونه کتون بود؟ کتون داره دیگه، اینم گفته کتون، کتون ایناش. جرم هیدروژن ها در یک مول از آن چقدر هستش؟ بچه ها واقعیت اینه حفظ کردن فرمول مولکولی این ویتامین ها جایز نیستش.
ولی مثلا دارم میگم یکی مثل ویتامین آ یه خورده خوشگله، C20H2CO. مثلا این راحت میشه حفظ کرد. ولی مثلا ویتامین کا رو شما برید به دست بیارید، دارم میگم حفظی نیست، واسه امتحانتون برید تعداد کربن ها رو بشمارید. الان بیایید مثلا قسمت قبلی، این ویتامین کا دیگه، بیا ویتامین کا رو من آوردم، C31H46O. تو هم باید بیای از روی شکل به دست بیاری، نه حالشو نداری دیگه حفظ کن فرمول مولکولیشو. گرچه میگم واسه یه کنکورت هم حفظ کردنش اهمیتی نداره. گفته جرم هیدروژن ها، سجاد چند تا هیدروژن داشت این آقا؟ 46 بود. بیاید اینجا ایناش 46 تا بود. میگم 46 تا، ببخشید، هر یک مول ویتامین کا C31H46O2. میخواییم بدونیم چند جرم هیدروژن، گرم هیدروژن رو میخواییم. سجاد ما میگیم هر یه مول از این ویتامین کا C31H46O چند تا توش هیدروژن داره؟ 46 تا هیدروژن داره، 46 تا مول هیدروژن داره. اینو ضرب داره میگیم هر یه مول هاش یه گرم هاشه، عملا جواب ما میشه یک ضرب داره 46. جواب میشه 46 کوشش 46 گرم هیدروژن وجود داره. حله. تعداد اتم های کربنی که به دو اتم کربن متصل هستن در آن برابر با چنده؟ اینو قبلا تو فصل دو توضیح دادیم. بچه دارید کربن ها رو دونه دونه بررسی کنید. آقا این کربن، ظرفیت کربن چنده؟ 4. 3 تاشو مصرف کرده، به یه هیدروژن میچسبه. بقیه کربن ها رو بررسی کنید ببینید توی چند تا کربن، کربن به دو تا اتم هیدروژن متصله، اونا رو جمع بزنید. توی چی حل میشه؟ مگه ویتامین محلول در چربی نیست؟ مگه ویتامین کا نیست؟ جز اون ویتامین های دکچست، یعنی محلول در چربیه، پس در چربیه که حل میشه. اوکی بریم ادامه. جای خالی، گروه عاملی استری از واکنش یک اسید با یه اسید با الکل به دست میاد. بذارید من اینجا رو اصلا یه جنبندی داشته باشم، یه جنبندی خیلی خفن. خوب دقت کنید بچه، اگر یه اسید با یه الکل قاطی بشه چی میده؟ استر میده با آب. حالا اگه این اسید تو دو عاملی باشه، یعنی دو تا عامل اسیدی توش باشه، الکلت هم دو عاملی باشه، یه پلی استر میده و علاوه آب. در واقع تو واکنش اول رو بلد باشی انگار دومی هم بلد هستی. آخر فصل یه چیزی شبیه این دوباره داریم، اسید میاد خیانت میکنه به الکل، این دفعه با چی میپره؟ با آمین. در این صورت چی میده؟ آمید به علاوه آب. بهتون میگم آمین چیه، آمید چیه. بچه آمین نیتروژنی هستش که به هیدروژن وصل باشه، یعنی هله. آمونیاکیه که به کربن وصل. بذارید واسه این که قاطی نکنیم یه جوره دیگه بگم، ما بریم آمید رو یاد بگیریم چیه. آمید اینه بچه ها، C-O-N. اگه عامله، پس نیتروژن اگر دیدی به سی او چسبیده، به کل اون مجموعه میگیم آمید. در غیر این صورت نیتروژن هر مدلی دیدی عامل چیه؟ آمینی هستش. پس این شد آمید، این شد آمین. یا رب العالمین یادت نره. حالا بچه اگر اسیدتون دو عاملی باشه، آمینتونم دو عاملی باشه، پلی آن کلا دو عاملی ها پلی ایجاد میکنن. میبینید دو عاملی پلی استر ایجاد کرده و دو عاملی ها پلی آمید ایجاد میکنن آب. این تو ذهنت باشه، میخواییم بریم ما بودو بی اینجا. بله. اسید و الکل چی میدن؟ استر. استر و آب. اگه دو عاملی باشن پلی استر. اسید این دفعه به جای اینکه با الکل واکنش بده با آمین چی میده؟ آمید. اگه دو عاملی باشن مرسی، برو بریم ادامه. گروه عامل اینو که گفتیم، دسته از مواد عالی هستن که منشأ بوی خوش شکوفه ها، عطر ها، این استرها هستن. حله. پلی استرها دسته ای از پلیمر هستن که از اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن. بچه پلی استر دیگه توش عامل استری وجود داره، هیدروژن که
داره، من اینو چرا اینجوری نوشتم؟ این عامل استری CO2 هم کربن داره هم اکسیژن داره هم هیدروژن داره دیگه. در شکل دیگه که نمایش گروه عاملی استریه، بله آ میتواند، بچه سوتی ندید، این مگه عامل استری نیست؟ CO2 سجاد، من اینجا به جای بی آیا اجازه دارم هیدروژن بذارم؟ نه. چرا نه؟ چون اصلا گروه عاملیت عوض میشه، میشه کی؟ CO2 هاش کی بود؟ گروه کربوکسیلیک اسید بود. پس اصلا اینجا حق نداری هیدروژن بذاری، فقط اجازه داری گروه R رو قرار بدی. R یعنی زنجیره هیدروکربونی، حالا یک کربن، یک کربن، دو کربن، سه کربن، هر چی آلکیده. اما اینجا آ، اینجا هم میتونی هیدروژن قرار بدی هم آر قرار بدی، هیچ مشکلی نداره چون گروه عاملی اصلا عوض نمی کنه. فقط اینجا مشکل داره، هیدروژن بذاری گروه عاملیت از استر یهو تبدیل میشه به اسید، اون دیگه اشتباه. خب هر یک از توضیحات جدول رو به یکی وصلش کن. ویتامینی که توی آب حل میشه ویتامین C، گروه عاملی ماده عالی مربوط به بو و طعم آناناس، استر هستش، اسمش هم از اتیل بوتانوات اسم اون ماده ای که توی آناناس وجود داره. میبینی آت داره تهش، آت مربوط کیا بوده؟ استرها بود. پلیمری که تو ساخت ظروف یه بار مصرف استفاده، هیچی نمیگم، میرید اون جدوله رو مقایسه میکنید با این سواله، ببینید بلد شدید یا نه. قطعا از اون اسلاید توی امتحانتون و توی کنکورتون سوال دارید. گروه عاملی پلیمرهای تشکیل دهنده پوست و مو، نمیدونم، نمیدونیم، نگه میداریم، میگیم آقا اینو نمیدونیم مثلا، بقیه شو خط بزن جواب به دست میاد. برو ببین پلیمر ساخته یکی که از فولاد همجرم خودش پنج برابر کولار، کولار نیست بچه، این کولاره. مونومرهای سازنده نشاسته گلوکوز. چیه؟ گلوکوز هستش. از خط زدن چیزای تکراری تو راحت میتونی این موردی که نمیدونستیم رو به دست بیاریم. ادامه بده به دست بیار، اینجوری توی ذهنت میمونه تا اینکه من بگم بچه این شد تموم، برو به دست بیار. تیروکسین هورمونی است که از غده تیروید، بچه تجربی اینو میفهمن که چی هستش، و باعث بالا رفتن فلان میشه. گروه های عاملی اونو مشخص کنید و نامه. بچه ها ترس نگیرتتون سر جلسه امتحانه، یا مثلا بچه اینو میگه وای یا ابلفاس تیروکسین این چیه، این از کجا آورده؟ سختش نکنید، گفته گروه های عاملیشو مشخص کنید. بله. سجاد اوهاش میبینیم، بله. هیدروکسیل، بله. اکسیژنی که از دو طرف به کربن وصل باشه، مرسی، اتر هستش. این عامله نیتروژن میبینی یا آمینه یا آمیده. آمیده، آمید چی بود؟ CON. بله. این CONه؟ نه. نه آمید نیست، پس چیه؟ آمین. آمین یا رب العالمین. اینو برو، این COOH که کربوکسیلیک اسید هستش، جزء ترکیبات آروماتیک هست یا نه؟ بله. بله چون بنزن. بنزن میبینیم. چند جفت الکترون ناپیوندی داره؟ سوال قشنگی. بچه ها اگه یه شکل عجق و عجقی بهت دادن مثل این، خیلی کت و کلفته، ازت تعداد جفت الکترون های ناپیوندی رو خواست. اگه نیتروژن دیدی واسهش یه جفت ناپیوندی بذار، بله. اکسیژن دیدی دو جفت ناپیوندی بذار، اگه گروه 17 دیدی هالوژن مثلا مثل یود، درسته، سه جفت واسه اش ناپیوندی بذار. حله؟ واسه کربن و هیدروژن هم که هیچی نمیذاره. خب الان گفته چند جفت الکترون ناپیوندی داره، برو به دست بیار. دو تا، سه تا اکسیژن. این یودا چند جفت میگیرن؟ سه جفت، اینم سه جفت، اینم سه جفت، دیگه نداریم، اینم داریم، یه یود دیگه هم داریم، چهار تا اکسیژن داریم، اکسیژن 4 تا داریم، واسه هر کدوم دو جفت میذاریم. نیتروژن دیدید، پس یودا میشن دیدید دیدید دیدید، اکسیژن هم میشن دیدید دیدید، نیتروژن هم میشن دیدید. حله؟ یه جفتن. حله، برو بریم ادامه دیگه، آخر سر بیا جمع بزنید چند جفت ناپیوندی شو اینا دیگه با خودتون. تعداد اتم های هیدروژن در یک مولکول اتیل بوتانوات، آها باحال شد، چند برابر تعداد اتم های فرمیک اسید هستش؟ بچه ها دقت کنید، اولا
اتیل بوتانات طریقه رسب کردنشو میگم، بعد کلکشو میگم. مگه بوتان آت نیست؟ بله. تشی داره آت. یعنی چیه؟ استره. استره. مرسی. سی او او او. بله. سجاد مگه نگفته اتیل بوتانوات؟ بله. اولش چیه؟ اتیل. اتیل فرمولش چیه؟ سی دو هاش پنج. درسته. یعنی دو کربن دیگه. من به اینجا میام دو تا کربن میذارم. درسته. هیدروژنش هم میخوای بذارم بیا. این هم سی دو هاش پنجمون شد. اینجا شد اتیل. بله. این قسمت باید بشه ادامش. بوتانوات. بوتان یعنی چند کربن؟ چهار. خب اینجا که شد اتیلی چی؟ بله. این قسمت میخواد بشه بوتانوات. بوتانوات چهار کربن است. از این چهار تا کربن چند تاشو داریم؟ یکیشو داریم. چند تا دیگه بذارم؟ سه تا دیگه میذارم. درسته. بهشون بیا هیدروژن هم دوست داری بدم. این شد الان اتیل بوتانوات. پس این تیکه اولش اول اسمو تشکیل میده، بقیهش هم میشه آخر اسم. چی شد؟ اتیل بوتانوات. در صورت که اینجوری بکشن. آره، در صورتی که استر رو عین من سی او او بذارید. حله. دیگه تعداد هیدروژناش چقدر شد سجاد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 تا. یعنی 12 تا هیدروژن داره. چند برابر تعداد اتمای فرمیک. بچا فرمیک اسید ساده ترین اسیدیه که داریم. اولین اسیدی که داشتیم این بود. یا عامل اسیدی میذاریم، ظرفیت کربن رو واسه اینکه رعایت کنیم یه هیدروژن میذاریم، فرمولش میشه سی هاش دو او دو. خب این تعداد هیدروژنش چند تاست؟ دو تا. 12 چند برابر 2؟ 6. اما واسه کنکور این حرکتو نمیزنیم. گفتم مگه این استر نیست؟ بیایید خانواده استرها فرمول مولکولیشو بسازید. خیلیاتون چون تمرین دارید میگید خانواده استرها اینه CNH2NO2. بله. خیلی راحت میگید اتیل چند کربن داره؟ دو کربن. بوتان چهار. 6 تا کربن شد. پس این استر ما 6 کربن است. پس فرمولش میشه 3 6 8 12 O2. تعداد هیدروژنش 12 تا. این راحت تره. یعنی که بیه ساختار بکشی هیدروژن ها رو بشماری. این دیگه خیلی دیگه بگذاریم. اینو توضیح دادم فصل دوم چی جوری به دست بیارید. ویتامین دی در چربی بهتر حل میشه یا ویتامین سه؟ ویتامین دی چه چربی؟ چون محل دکست دیگه، ویتامین محل دشه. چه عنصری در آمیتا هست که در استرها نیست؟ سجاد سی او او استره؟ بله. آمیت چیه؟ سی او این. توی آمیت ها نیتروژن وجود داره، توی استرها نداره. بله. یه پلی آمید ساختگی نام ببرید. کولار. که پنج برابره فولاد هم جرم خودش مقاومه. هنگام جویدن نون مزه همون قضیه بلهی که بهتون گفته بودم اول فصل. کدام ساختار مربوط به ویتامین آ؟ ویتامین آ آنتن داره. بچه کدوم آنتن میبینی؟ آوری کلا این ویتامین آه. بله. اوکی؟ این کدوم ویتامین بود؟ سعودی شکله. سعودی دیه. ابوالفضل کیف میکنی دیگه، ویتامین ها رو سوتی ندیده. در ویتامین دی کدام یک از بخش‌های قطبی یا ناقطبی بر دیگری قرار؟ ویتامین دی من محلول در چربی نیست. بله. چربی هم چی هن؟ ناقطبی هن. یعنی توی ایناقا و ایناقا فرقی نداره. بله. بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه داره و مجموعاً میگی مولکول مولکولی ناقطبی هستش. گروه عاملی اکسیژندار در این ترکیب ها چه نام داره؟ اکسیژندار. اینجا یه گروه عاملی اکسیژن دار میبینیم که هیدروکسیل الکل هستش و اینجا هم هیدروکسیل وجود داره. دیگه چیز دیگه ای هم نداریم. 0.2 مول ویتامین دی با چند گرم هیدروژن به یه ترکیب سیر شده تبدیل میشه. بله. ویتامین دی این هستش. سجاد قبلا هم گفتم هر پیوند دوگانه با یک مول گاز هیدروژن سیر میشه. درسته؟ بله. چند تا پیوند دوگانه داریم؟ یک، دو، سه، چهار. پس یه دونه از این آقا، بله، اصطلاحا میگم یه مول ویتامین چی؟ دی. دی واسه سیر شدن چی میخواد؟ چهار مول گاز هاشتو میخواد. بله. خودش گفته.
حالا سوال پرسیده 0.2 مول چند گرم هیدروژن میخواد؟ بیاید بررسی کنیم. بچه‌ها میگم 1 مولش 4 مول گاز هیدروژن میخواست. حالا 0.2 مول ویتامین دی به نظرتون چقدر گاز هیدروژن میخواد؟ این چون تقسیم بر 5 شده، اینم میتونی تقسیم بر 5 کنی. 4 تقسیم بر 5 میشه 4/5 یا همون 0.8. 0.8 مول چی سجاد؟ گاز هاشتو از ما چی میخواد؟ گرم هیدروژن میخواد. خب مولشو داریم، تبدیل کن به گرم دیگه. اگه فشار نمیاد 0.8 مول گاز هاشتو چجوری به گرم تبدیل کنی؟ صورت گرم هاشتو، مخرج مول هاشتو، هر یه مول چند گرمه؟ 2 گرم مول با مول خط میخوره، جواب بر حسب گرم به دست میاد. برو ببینیم بعدی. کدام نمودار مربوط به الکل‌ها و کدام مربوط به هیدروکربن‌ها؟ بچه‌ها دو تا نمودار اینجا دارید میبینید، یه دونه این صورتیه، یه دونه این سبزه. اینی که یه خط صافه هیدروکربنه، اینجا چی گفته؟ انحلال پذیری. بچه ها انحلال پذیری تو آب. هیدروکربن ها ما میدونیم ناقطبیان و انحلال پذیری ندارن توی آب. اما نفر بعدی کیه؟ این الکله. این نمودار مربوط به الکل ها هستش که الکل ها انحلال پذیریشون خوبه. مثلا این الکل اولی چند کربن است؟ 4 کربن داره. 34 میبینی 4 کربن داره. خوب توی آب حل میشه. چند گرم؟ 8 گرم توی 100 گرم حل میشه. اما هر چقدر میای جلوتر کربن ها که بیشتر میشه، انحلال پذیری کمتر میشه. خب سجاد مشخصه دیگه، مثلا 32H5OH این الان یه الکل 2 کربن است، اما 34H9OH چی؟ این الکل 4 کربن است. این بخش ناقطبیش هیدروکربنه دیگه. اینم بخش ناقطبیش چیه؟ این هیدروکربن است. این بخش ناقطبیه هی گنده تر که بشه انحلال پذیری کمتر میشه دیگه. هر چقدر پس این نکته رو داشته باشی، هر چقدر تعداد کربن بیشتر بشه انحلال پذیری کمتر. چون باریکلا بخش ناقطبی داره جون میگیره دیگه. حله چرا انحلال پذیری A از B بیشتره؟ الان گفتم دیگه، چون تعداد کربنش کمتره انحلال پذیری بیشتره. کدام ترکیب جز مواد کم محلوله؟ این قشنگه. کدوم صد شد؟ کم محلول از 1/3 تا 1/4. باریکلا بچه، کم محلول به کسی میگفتیم که تو 100 گرم آب بین 1/100 گرم حل بشه تا 1 گرم. الان اینجا این این ماده ای که چند کربونه است؟ 6 کربونه. پس الکل 6 کربونه رو بهش میگیم کم محلول. چرا؟ چون عدد انحلال پذیری چیزی بین 1/100 تا 1 گرمه. هرچی الان بچه عدد خورده به اینجا دیگه، بین 1/100 تا 1 گرم. کسی هم که انحلال پذیریش بین 1/100 تا 1 گرم باشه بهش میگیم کم محلول. که اینجا اسمش هم هست 1-هگزانول. 1-هگزانول الکل 6 کربونه میشه 1-هگزانول دیگه. تشخیص الکل و اسید سازنده استرها جالبه. بچه ها ما گفتیم دیگه واسه این که استر بسازیم چیو کیو میزنیم به هم؟ الکل و اسیدو، اسید و الکل. اسید الکل بخوره به هم چی میداد؟ استر و آب. اینو واکنشاشو نوشتم و میدونید که چی هستش. چی جوری سجاد این اتفاق میفته؟ خوب دقت کن. الان به ما یه دونه استر رو داده، استر رو داده. ببین واکنش اینه چی بود؟ اسید و الکل، اسید و الکل میدهد استر و آب. الان به ما استر رو داده اینهاش، این استره. گفته از کجا فهمیدم استره؟ عامل استری میبینم سی او. گفته الکل و اسیدش رو تشخیص بده. چی جوری؟ بیایید با هم تشخیص بدیم. بچه استر با آب باید ترکیب بشه تا این دوتا رو ایجاد کنه. بیا این استره رو اومدم با آب ترکیبش کردم. من میگم آب به صورت H2O نشونش ندیم، جداش کنیم به صورت H2OH نشونش میدم. آب آبش حرکت خاصی نزده، این همون آبه. به صورت H2OH نشون میدم. میام یه جدایی میندازم سجا تو عامل استری بین کربن و اکسیژن یگانه چی میندازم؟ جدایی میندازم. اوکیه؟ بچه من این قسمت جدایی میندازم، این جدا میشه، اینم جدا میشه. حله؟ به سی او اوهاش بدید. بله. به او تنها هاش بدید.
یه بار دیگه به سی او اوهاش میدید، اوهاشو بیاید بچسبونید بهش، به 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 او تنها هاش بدید. چی ایجاد شد سجاد؟ اسیدمون ایجاد شد. اینا این اسید ها سی او اوهاش به او تنها هاش دادیم. اینجا چه عاملی ایجاد شد؟ الکل ایجاد شد. الان اسید و الکل این آقای استره فهمیدیم که کدوم هستش. پس فهمیدید که چه اتفاقی افتاده؟ به تمرینای بیشتر بازم میکنیم و داریم، نگران نباشید. سجاد به عنوان مثال بهت ممکن هر کدوم از این استرها رو بده. این همون اتیل بوتانواتی که بهت گفتم تو آناناس وجود داره. خوب دقت کنید بچه‌ها، ممکنه بهتون توی کنکور، حالا تو امتحان زیاد اذیت نداره ولی اب نداره، بذار بگیم اتیل بوتانوات بهت این استر رو میده، بهت میگه از چه الکل و اسیدی تشکیل شده. فکر کنی خونه ها خالیه، ما نمیدونیم. از روی این آقا که یه استره میخوایم الکل و اسیدش رو تشخیص بدیم. گفتیم توی عامل استری سی او او بین کربن و اکسیژن یگانه جدایی بندازید. الان اینجا رو جدایی بندازید، اینا رو جدا کنید. به سی او اوهاش بده، به او تنها هاش بده. این شد الان الکل تو میبینی اوهاش داره. اینا همین شد یا نه؟ این الان همین است یا نه؟ اوهاش یه دونه هم علامت هشتی روش داره. این بر اومدیم تا اینجا، این همینه. نگاه کن به سی او چی دادیم؟ اوهاش دادیم، اسیدش ایجاد شد. اسمش هم میشه این اتانوله، چون یه الکل دو کربن است. این هم میشه یه عامل اسیدی داره، پس باید تو اسمش اسید داشته باشی. چند کربن است؟ چهار کربن. میشه بوتانویک اسید. اینا بقیه هم این همون هست. سجاد نگاه کن، الان به بین کربن و اکسیژن یگانه جد به سی او او هاش میدیم، به او تنها هاش میدیم، به سی او او هاش میدیم، به او تنها هاش میدیم. اینجوری تو ذهنت بمونه که گمش نکنی. پس هاش تنها رو میدیم. دقیقاً دقیقاً. تولید پلی‌استر. بریم پلی‌استری که کتابتون رسما مالیده و رد کرده رو یه خورده دقیق‌تر با هم بحث کنیم. سجاد میخوایم پلی‌استر ایجاد کنیم. ببین اسید و الکل به ما استر میداد. واسه اینکه پلی‌استر ایجاد کنیم باید الکل و اسیدمون دو عاملی باشه. دو عاملی باشه یعنی چی اینا؟ بچه این اسید رو نگاه کنید. اصلا کاری نداریم این وسط چیه. هر چیه دو تا عامل اسیدی میبینیم، سی او او هاش، سی او او هاش. اومده ترکیب شده با کی؟ با یه الکل دو عاملی. نگاه کن یه الکل دو تا عامل الکلی توش میبینیم. چه اتفاقی میفته سجاد؟ من بگم بله. اتفاقی میفته، خب این اسید، این الکل عین همون اسید الکلی که استر میداد، درسته؟ از الکل هاش آزاد میشه. آباریک شله بچه ها، واسه این که ترکیب اسید با الکل بدونید چجوری با هم پیونداشون برقرار میشه، میگیم اوهاش از اسید، هاش از الکل، اوهاش از اسید، هاش از ها باره اوهاش از اسید، هاش از الکل. سجاد اوهاشو از این بر میدارم، هاشو هم از الکل بر میدارم. بچه چیزایی که موند رو بیارید بچسبونید به هم. الان این ماده رو با این ماده بیارید بچسبونید به هم، چی میشه؟ میشه سی او او. سی او او چی بود؟ استر بود دیگه. دوباره این واکنش ادامه دار میشه تا پلی استر رو ایجاد کنه. این الان یک پلی‌استره. بله. پلی‌استر پلیمره دیگه. بله. پلیمره. اول اسمش می‌بینی پلی داره. پلی داره. پلی پلیمره دیگه. این الان یه پلی‌استره. سجاد خیلی باحاله. الان برعکسش ببین واکنش اینه دیگه. اسید دو عاملی به علاوه الکل دو عاملی چی میده؟ پلی‌استر و آب. واکنش هم دو طرف است. اولشو بررسی کردیم، اسید دو عاملی با الکل دو عاملی داد اینو، پلی استر رو داد. حالا میخوام برعکس کار کنم، از روی پلی استر بیا تشخیص بده مونومراش چیه، از چه اسیدی و چه الکلی تشکیل شده. بیا من اینجا واسط انجام دادم تشخیص الکل و اسید سازنده پلی استر ها. دوباره این قبلیه، توی عامل استری جدایی بنداز بین سی و او. سی و او یگانه، جدایی رو انداختم. بیا به سی او اوهاش، به سی او اوهاش میدیم. میبینی به سی او اوهاش دادم، به او تنها هاش میدم. تمام شد.
اسید و الکل هم ایجاد شد. این الان یه اسید دو عاملیه، اینم یه الکل دو عاملی هستش. به به، این شکل رو نگاه کن، شکل کاملا نامفهوم از کتاب درسی که فقط باید خیره بشی ببینیم که چی ازش میفهمیم. نگران نباشید، من جمع‌بندیش کردم، اومدم واکنش دوم رو توضیح دادم. سجاد، بله. ما میگیم اسید به علاوه آمین چی آمید. میده؟ آمید میده به علاوه آب. حالا اگه اسیدت دو عاملی باشه، اینم دو عاملی باشه، پلی آمید. بچه این واکنش رو الان میخوام توضیح بدم بهتون چی هستش. خوب دقت کن، این الان یه اسید دو عاملیه، میبینید دو تا عامل اسیدی میبینیم، اینم یه آمین دو عاملیه. خب با هم ترکیب بشن ببینیم چی میدن. سجاد تو قبلی میگفتیم اوهاش از اسید، هاش از الکل، اینجا هم میگیم اوهاش از اسید، اونو قطعش کن سجاد. اینجا میگه، اینجا هم همونو میگیم، میگیم اوهاش از اسید، هاش از آمین. حله هاش از آمین، هیچی عوض نشده، همون قوانینه. حله سجاد بیا، اوهاش از اسید کنده بشه، هاش هم از آمین کنده میشه. درسته. این اوهاشه با هاشه که میرن چی میدن؟ آب میدن. آب بده ببینم. به به، چه آبی. حله؟ چیزایی که موند چیه؟ سی او با این انهاشه. اینا میان بغل هم میشینن سجاد. ای جانم چقدر حرف گوش کنن. این سی او با این انهاشه ببین چی میدن؟ سی او ان. این کدوم عامله؟ آمیده. آمیده. عجب با. چه باحال اسکندری، چه انیمیشن باحالی ساختی. یه بار دیگه، اوهاش از اسید، بله. هاش از آمین، اینا که با هم آب میدن، اینی بله. چی؟ اینایی که مون میان بغل هم میشینن، درسته؟ آمید تشکیل میدن. اصلا ما میدونیم دیگه، اسید با آمین باید چی بده؟ آمید بده. این گروه عاملی آمیدی. خب همچین چیزی ایجاد شد سجاد. بله. الان دوتا رو زدیم به هم، این ایجاد شد، یه عامل آمیدی ایجاد شد. اما جالبه سجاد، اینجا هنوز یه عامل آمینی مونده، دست نخورده، این مرم یه اسید مونده. این اسید الان منتظر چیه؟ یه آمینه، بیان با هم یه حرکتی بزنن، آمید تولید کنن. اینجا هم یه آمین مونده، این الان منتظر چیه؟ از سر راه برسه. این با یه اسب طلایی میاد، آمین با اسید، بله، و وسطش چی تولید میکنن؟ آب. آمید جز اون آبه چی تولید میکنن؟ وسطش آمید رو تولید میکنن. میخواید با هم بررسی کنیم؟ نگاه کن، این اسیده منتظر کیه سجاد؟ اسیده منتظر آمینه. یه آمین میاد پیشش میشه، اصلا میگه آه شب چه باحال، بیاید با هم ترکیب بشیم. اون برم آمین هستش، منتظر کیه؟ اسیده. یه اسیده، میان با هم ترکیب میشن. داستان رو نگاه کن، اوهاش از اسیده، بله. هاش از آمین، میرن با هم آب میدن، هیچی، هرچی موند میچسبه به هم. این برم دوباره اوهاش از اسیده، هاش از آمین، با هم میرن، بله. آب تولید میکنن، چه آبی، به به. حالا چیزایی که موند بیا بچسبون به هم سجاد، فرت، اینا، اینو دارم نشون میدم. این میچسبه به این چی میده؟ سی او ان یا همون عامل آمیدی. دوباره اینم میاد میچسبه، بچسبه ببینم ای جانم چی تولید میکنید؟ سی او ان، عامل آمیدی. عشق میکنی از این انیمیشن هایی که در اختیارت قرار گرفته و این آموزش تصویری جذاب، این الان میشه درکش کرد. در نهایت یه واحد تکرار شونده تولید میشه که اینه سجاد، به این میگیم پولی استر. سجاد دیتس باها، ببخشید، پولی آمید. واکنش چی بود؟ یه اسید دو عاملی با آمین دو عاملی میدهد پلی آمیده به علاوه آب. بله. این الان قبول دارید پلی آمیده؟ بله. بچه ها پلی آمید از چی تشکیل شده؟ آمین و اسید دو عامل. خب الان بهت اینو بده، بگه آمین و اسید دو عاملیشو بگو چی کار میکنی. بیا تو عامل آمین آمیدی جدایی بندازید. بچه کلا میخواید بدونید یه نفری از چیا تشکیل شده، باید جدایی بندازید، تقسیمش کنید، بهش هاش و اوهاش بدید. الان تو عامل آمیدی بیاد جدایی انداختم سجاد، یه هاش به این میدیم یه اوهاش به اون. بذار ببینم اینجا مثالشو آوردم نیاوردم، همینجا توضیح میدم. ببینید بچه من اینجا یه جدایی میندازم،
اینو جدا کنید، اینم جدا کنید. به سی او او هاش بدید. دوباره به این سی او او هاش بدید. به ان تنها هاش بدید. به ان تنها هاش بدید. الان این شد یه آمینه دو عاملی. اینم شد یه اسید دو عاملی. پس اون پلی استر ما از اینا تشکیل شده بود. ببخشید این پلی آمید ما از اینا تشکیل شده. سرعت آموزش بالاست دیگه، اون توپقا داره میزنه بیرون. بریم بریم. موارد داخل پرانتز را که با توضیح داده شده مطابقت دارند یا ندارند را مشخص. نگفته فقط یه موردش درسته، گفته مواردی که میتونه مطابقت داشته باشه یا نداشته باشه رو بررسی کنیم. درسته. از دروش مولکول هستش. انسولین سلولوز. بچه ها دروش مولکول مولکولی هستش که از هزاران اتم تشکیل شده باشه. نفتالین سی ده هاش هشته. درسته تعداد اتماش کم نیست ولی هیچ وقت نمیتونه درش مولکول باشه. حتی گلوکوز 3-6-8-12-6 تعداد اتماش خدای کم نیست. درسته. ولی درش مولکول نیست. درش مولکول باید هزاران هزار اتم مثل پلیمرها بغل هم نشسته باشه. دیگه از پلیمرهایی که در طبیعت یافت نمیشه. تفلون هرچی ساختگی باشه طبیعی نیست، توی طبیعت نیست. نایلون هم هست. گروه عاملی استری از واکنش استر چجوری به وجود می اومد؟ اسید و الکل استر میده، اسید و آمین آمید میده. پلیمری که توسط برانکت کشف شد، بچه‌ها این الف و لامش برعکس افتاده، دارای این ویژگی هستش. این آقا جناب آقای برانکت چی رو کشفش کرد؟ تترا فلورو اتن یا همون تفلونی که ما میشناسیم. تفلون در حلال عالی حل نمیشه. این گفته میشه غلط. نقطه ذوب پایینی داره. نه اتفاقا تفلون نقطه ذوب بالایی داره. به خاطر همین توی کف اتوها بچه از تفلون استفاده میشه. چون نقطه ذوب بالایی داره حالا ذوب نمیشه. از نظر شیمیایی بی اثره. آره دیگه تو کف قابلمه‌های تفلون میگن، چون تو آشپزی استفاده میشه. پلیمره دقیقاً تو آشپزی خراب نمیشه از نظر شیمیایی بی اثره. پلیمری که از سه نوع عنصر ساخته شده، پلی استرین، پلی وینیل کلورید و تفلون. پلی وینیل کلورید که پی وی سیه. این چی بود سجاد؟ اتنی بود که یه کلور بهش چسبیده بود. بله. حالا هیدروژن و اینا هم داره دیگه. دقیقا. این از چند عنصر تشکیل شده؟ کربن، کلور. کلور، اون هیدروژن ها و کربن. پس این سه مدل عنصر داره. پس این جوابه. اما پلی‌استیرین. پلی‌استیرین چی بود؟ دو تا کربن، هیدروژن و اینا، یه حلقه بنزن و اینا. حلقه بنزن هم که کربن و هیدروژنه. پس کل این آقا یا کربن داره یا هیدروژن، دو مدل عنصر داره. تفلون چی؟ کربن 4 تا فلور. از فلور و کربن تا هیدروژن یه نداره. کربن و فلور. پس اینم نمیتونه باشه. به 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 به. عبارت ها رو کامل کنید. واکنش تولید پلیامید شبیه تولید پلیستره. بله. با این تفاوت که به جای گروه عاملی پلیامید آمین بود، درسته، گروه پلیستر الکل بود، اسید و الکل. درسته؟ نه درسته؟ نه الکل دیگه. نه میگه واکنش تولید پلیامید شبیه پلیستره. با این تفاوت که به جای گروه عاملی الکلی، ببینید توی اولی اسید با الکل میرف حرکت میزد، با هم چی تولید میکردن؟ استر. درسته. یا پلیستر و اینا هرچی. توی بعدی اسید میرف به جای الکل با آمین واکنش میداد و پلی آمید رو تولید میکرد. پس به جای گروه عاملی الکلی اسید با آمین واکنش میداد. من درست نوشته بودم. پوشاک دوخته شده با کولار بسیار محکم و سبکه. خیلی جالبه، هم محکمه هم سبکه. مثل لباسی که موتور سوارا توی مسابقات میپوشن، مثل لباس آتش نشانی و اینا. اون موتور سواری که میبینی تو مسابقات یهو میفته زمین 40 متر رو آسفالت کشیده میشه، بعد پا میشه میره موتورش رو برمیداره به راهش ادامه میده. جالبه. این لباس از کولار دوخته شده و خیلی مقاومه.
فرمول مولکولی ساده ترین آمین سجاد. بله. ساده ترین آمین. همه آمین ها یه جورایی مشتق آمونیاک. من اینجا بکشمش. بله. آمونیاک چیه؟ NH3. بله. بله. ساده ترین یعنی به جای یکی از هیدروژن ها بیا متیل بیا کربن بذار. بچه ها به جای این هیدروژن من برمیدارم یک کربن بذارم. کربن ظرفیتش چنده؟ 4. یه دونه شو که مصرف کرده 3 تا هیدروژن میگیره. CH3. مجموع فرمولش چی میشه؟ میشه C چند تا هیدروژن؟ 5 N. CH5N کو؟ نیاش. شاخ حیوانات و پشم گوسفند پلیمرهای طبیعی با گروه عاملیه. اینا چون احتمالاً بدبوان. نه بدبو نیستن. محکمن. یه چیز مثل کبلار و اینا. آمید. اینا پلیمرهای طبیعی با گروه عاملیه آمید هستن. کتاب توضیح نداده، کاری هم نداریم باش. چربی ذخیره شده در کوهان چطور یه ترکیب عالی طبیعی با گروه عاملیه استریس. بچه این خیلی مهمه. درسته. چربی موجود در کوهان چطوره؟ فرمولش هم من واسط میگم. باید بلد باشی. فرمول مولکولیش گفته چیه؟ C57 H110O6 هستش. این فرمول این آقاس. باید بلد باشی. در ساختار نشان داده شده گفته N رو پیدا کنید. بچه گفته این N رو به دست بیارید. میگم چی کار میکنم؟ خوب دقت کن. سجاد کلن چند تا کربن داریم؟ 57 تا بچه کربن داریم. بیاید این 57 تا. میگم 3 تاش که اینجاست. درسته. این هیچ. 3 تا هم اینجاست. بلد. چقدر شد؟ 6 تا. 6 تا. 3 تا هم اینجاست. 9 تا. 9 تا. از این 57 تا 9 تاش که رفت چقدر مونده؟ 48 تا. بله. الان 48 تا کربن باید اینجا باشن. درست. اینجا و اینجا. اوکی چند تا؟ 48 تا. بچه ها دقت کنید، اینجا نوشته CH2N مرتبه. درست. یعنی CH2 داخل پرانتز گذاشته، ضرب در یه N میشه. حالا اگه مثلا 10 باشه یعنی CH2 10 مرتبه داریم. اینجا هم همون N رو داریم، اینجا هم همون N رو داریم. بگذاریم. مجموع اینا گفتیم باید چند تا باشه؟ 48 تا. حل. چند تا CH2 داریم سجاد؟ 3 تا. که ضرب در این N شده 48. N از اینجا به دست میاد 16. یعنی این N 16 بوده، اینم 16 بوده، اینم 16 بوده. تمام شد. الان مجموع کربونا رو با هم جمع بزنید میشه مجموعاً 57. من عادت کردم قلمون بره. با توجه به سه عامل استری، میگه سجاد سه تا عامل استری اینجا داریم. مگه استر از چی تشکیل شده؟ C-O-O. استرها از چی تشکیل می شدن؟ اسید و الکل. سوال گفتم مگه این استر نیست؟ دلی. برو اسید و الکل سازندش رو بگو. میگم چه می کنیم؟ خوب دقت کن. خیلی باحال سجاد. واسه این که الکل و اسید رو تشخیص بدی می رفتی توی عامل استری بین او و سی باریکشالله جدایی ایجاد می کردی. بیا جدایی ایجاد کن، جدایی ایجاد کن. هله؟ خیلی بیادبی ما جدایی میندازیم بین آدم ها. خیلی بده این. حالا بهم ببینیم از چی تشکیل شده بوده. خب سجاد الان من جدایی انداختم، چیا موند؟ بهم بگو بنویسم. CH2 ای که از سمت راست به او چسبیده، از پایین CH2 به CH که اینم دوباره به او چسبیده، دوباره از پایین. بچه ها این کلن یه دونه مولکوله، میبینی همش چسبیده به هم، منم همونو نوشتم. این یه دونه مولکوله، خوب دقت کنید. در ادامه چیا داریم سجاده؟ اینجا جدایی انداختی چی مون سمت راست؟ سی او پرانتز سی هاش دو چند مرتبه؟ 16 مرتبه. سی هاش سه دوباره از پایین وصله به این؟ نه وصل نیست بچه ها. اینجا جدایی انداختیم، اینجا چی داریم؟ سی او دوباره سی هاش دو 16 مرتبه سی هاش سه دوباره سی او سی هاش دو 16 مرتبه سی هاش سه. منو نگاه، ما جدایی انداختیم، قرار شد به سی او ها او هاش بدیم، به او تنها هاش بدیم. بیا به او تنها بچه هاش بدیم.
چه باحال. به سی او آ اوهاش بدیم. اوهاش اینم اوهاش. چی ایجاد شد؟ عامل اسیدی، عامل اسیدی، عامل اسیدی. چی شده؟ سه تا اسید داریم. بله. چند تا الکل داریم؟ یه نگیم سه تا الکل داریم. بچه‌ها کل این یه مولکوله. اگه دقت کرده باشید این کربن ها با هم پیوند دارن. کل این یه دونه مولکوله. یه الکل میشه. یک الکل که سه عاملی است. بچه‌ها سه تا عامل الکلی میبینیم. اما اینجا چیه؟ سه تا اسید تک عاملی داریم. اینو واسه کنکور دقت کن. اینجا شد یه الکل سه عاملی، سه تا اسید تک عاملی. بچه‌ها واسه امتحاناتتون داریم اینقدر نکته میگیم، خیلیش به درد کنکورتون هم میخوره دیگه. جان من برید دیگه، هر چی نیازه بخوابونید رو برگه بیایید. برو بریم بعدی. نایلون یکی از پرمصرف‌ترین پلیمرهای ساختگیه که فرمول ساختاریش اینه. گفته فرمول ساختاری مونومراش از اینه. حله. این ماده جز کدوم دسته از پلیمرهاست؟ وایسا. مگه نمیگه نایلون از این پلیمرها تشکیل شده؟ این پلیمرها چی هن سجاد؟ این یه اسیده. باریکلا. یه عامل اسیدی اینجاست. یه دونه هم که شما کشیدی. درسته. این الان یه اسید دو عاملیه. با چی میخواد ترکیب بشه؟ با یه آمین دو عاملی. باریکلا. اسید دو عاملی و آمین دو عاملی پلی آمید ایجاد میکنه. خب پلی آمید. پس این جواب پلی آمید. گفته فرمول ساختاری نایلون رو بگو. بچه نایلون گفته از ترکیب این دوتاست. خدایی بچه این دوتا رو الان بزنید به هم چی ایجاد میشه؟ پلی آمید. باریکلا. سجاد الان اینا رو میخوای بیاری بزنی به هم. بله. اوهاش از اسید میپره میره بیرون. یه دونه هاش هم از آمین کنده میشه میپره بیرون. این اوهاشه با اون هاشه میپرن. چی میدن؟ آب میدن. حالا چیزایی که موند و بیاید بچسبونید به هم. این سی او ای میخوره به اون ان هاشه. چی ایجاد میکنه؟ سی او ان. حله؟ تمام شد رفت. حالا بذارید من تا تهشو برم. میخوای ته ماجرا پلی آمیده ببینی چی میشه؟ بیا قشنگ یه دونه از اینا بذار. بله. از دو طرف ادامه بده نگه دار. همینو بردار بیار بالا بکش. درسته. من واسه اینکه فضا داشته باشیم اینو یه خورده بزرگتر بکشم که اشتباه نکنیم. بیا اینجا. بله. سجاد قرار شد از عامل اسیدی اوهاش بپره. اوهاش از اسید باید بپره. بیا کندیم. چی میمونه؟ سی او. وسط چی داره؟ سی هاش دو چهار مرتبه دیگه سی او. بازم سی او داریم. حالا این یکی از این چی میپره؟ هاش می یه هاش میپره. از این برم یه هاش میپره. بیا اینجا ببینم. بله. سجاد این الان بیاد بچسبه به این چی میده؟ یه پیوند یگان ان. آباریکلا. یه دونه ان ایجاد میکنه. خب یه هیدروژن هم بالا. اوکی دوباره یه پیوند دو. بچه هاش اینو برداشت سجاد آورد گذاشت اینجا چسبوند به این. آمید ایجاد کرد. میبینی سی او این ایجاد کرد. آمید. حل ادامه بده سجاد. سی هاش دو شیش مرتبه. سی هاش دو شیش مرتبه. یه پیوند. یه پیوند. این. یه هاش بالا. هاش. حالا مهم نیست. اینجوری حالا هر جو دوست داری بینید. پیوند بده. این الان شد ساختار پلی آمید ما. پلی آمید. ممکنه سوال اینو بده اینا رو بخواد. الان فکر کنید برعکس اینا رو نداریم، مثلا اینو داریم. از تو میخواد این پلی آمید رو تبدیل کنی به آمین و اسید. اسیدش چی کار میکنی؟ جدایی میندازی بین سی و ان. بله. به این سی او آ اوهاش بده. به این سی او اوهاش بده. به انای تنها هم هاش بده. همینو درست میشه. سخته؟ نه. آموزش اصولی باشه همه چیز رو یاد میگیری. فرمول ساختاری مونومر یا مونومرایز همون این سوال قبلی. کاش اونجا توضیح نمیدادم اینجا میگفتم. بله. گفته این یه پلیمره مونومراشو بگو. سجاد اولا عامل چی میبینیم؟ سی او ان. آمید. جدایی بنداز. بیا. بله. به سی او آ اوهاش بده. اینجا هم اوهاش بده. به انای تنها هاش میدیم. اینجا میشه ان هاش دو. بیا هیدروژن. این برم هیدروژن.
من دیگه جدا کردم از اول ننوشتم بچه، الان این یه اسید دو عاملی شد، میبینید دو تا عامل اسیدی میبینید، اینجا هم کلن شد یه آمین دو عاملی، دو تا انهاش دو انهاش دو داریم میبینیم. حله این یکی رو چی کار کنم سجاد؟ این یه پولیستره، از کجا فهمیدم پولیستره سجاد؟ پولیستره استر داریم میبینیم، مرسی. جدایی مینداختی کجا بودو؟ بین سی و او. آباری کشالا سی و او جدا کن بچه. الان بذاری من یه بار وقت بذارم اینو بنویسم. ببین الان میخوام الکلش و اسیدش رو تشخیص بدم، جدایی بندازید اینا رو جدا کنید. چیا میمونن؟ سی او از سمت راست یه حلقه طلایی، دوباره جلوش سی او. بله. این بر چیه؟ یه او سی هاش دو مرتبه، سی هاش دو دو مرتبه او. جدا کردم. به سی او ها او هاش بدید. بیا اسیدت درست شد. بله. به اینم یه هاش بدید، به اینم به او تنها هم هاش بدید، اینم شد الکل دو عاملیتون. تمام شد رفت. آها این باله سجاد، این الان یه پلیمره. بله. حله پلیمرها رو میخوای رسم کنی، خوب دقت کن، گفته مونومرش رو میخواییم رسم کنیم. سجاد این همه پیونداش یگانه است. به نظر زمانی که مونومر بود کدوم پیوندش دوگانه بود؟ همونی که ظرفیت نداره. باریکشل میمونه کربن ها. کربن بودن دیگه. گفتیم توی یه خط. همین اینو میخوام بگم، این پیوند دوگانه بوده، این پیوند دوگانه بوده، این پیوند دوگانه بوده. اونی که تو خط راست هستش رو دوگانه کنید بچه ها. الان این کربن با این کربن میشه پیوندش دوگانه. بقیه کربونا بیا این خودشون مینویسن دیگه. پس این نه چهار تا کربون داره، پلی بوتن بوده. حالا بگذاریم، این الان میشه ساختار مونومرش. حالا هیدروژناش هم میخوای بنویسی با ظرفیت کربون برو. ظرفیت کربون چنده؟ چهار. این کربون چند تاشو مصرف کرده؟ سه تا. پس یه هیدروژن. اینم همینطور، اینا میشن سه تا هیدروژن. این مونومره. آخه برعکس کار کرده، پلیمر رو داده مونومر رو ازتون خواسته. فکر کن من دوباره برعکس کار میکنم، فکر کن اینو نداریم الان. بله. اینو بهت داده این مونومر رو، میگه پلیمرش رو رسم کن. چی کار میکنی؟ اینو یگانه پیوند دوگانه رو باریکلا یگانه کرد سجاد. بیا من بکشم. یگانه کرد، از پایین کربونا رو گذاشت، پرانتز رو گذاشت، دو طرف خط ممتد گذاشت. همین شد یا نشد؟ درسته دیگه. به به به. سوال بعدی، اگه جرم واحد تکرار شونده در پلی‌استر، بله، با ساختار زیر میگه جرم واحد تکرار شونده سجاد. بله. به کل این آقا میگیم واحد تکرار شونده. که این انه چیو نشون میده؟ که این انه نشون میده که واحد تکرار شونده تو پلیمره چند بار تکرار شد. بچه ما نمیدونیم که تو پلیمرها این واحد تکرار شونده چند بار تکرار میشه. ممکنه یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار، یه میلیون بار، ممکنه این هی تکرار بشه و مجموعاً یه مولکول خیلی بزرگ رو بسازه. حالا گفته اگر جرم واحد تکرار شونده فقط این قسمت رو گفته بگیریم چقدر؟ 192 گرم. گفته ساختار مونومرهای سازنده رو رسم کنید. چه ربطی داشت؟ اگه جرم واحد تکرار شونده در پلی‌استر، بچه سوال اینه، ربطی نداره. سوال گفته این ایکس رو به دست بیارید، ایکسی که اینجا هست. خب کل این قسمت رو گفته چقدر بگیریم؟ 192 گرم. تهش این بوده که ایکس رو به دست بیاریم. خب حالا تو اینو بگو سجاد. بله. کل اینجا مگه 192 گرم نیسته؟ یعنی چیا با هم شدن 192 گرم؟ یعنی کربن و اکسیژن همه این اتم ها شدن 192 گرم. واسه ببینیم چه اتم هایی داریم سجاد. یک کربن، دو کربن، ایکس کربن نمیدونیم این چنده. پس میگم دو تا کربن داریم، هر کربن چنده؟ 12 تا. الان میشماریم، دو تا کربن میشه 12 تا، 24 تا اینجا داریم. اینجا چه؟ 6 تا هم اینجا داریم. بله. تا اینجا شد 8 تا کربن. یعنی 8 تا 12 تا. بله. به علاوه 1 2 4 تا یه دونه هم یک کربن هم اینجا درسته. بگیم x تا کربن که کربن چنده؟ 12. به علاوه چند تا ببینیم هیدروژن داریم؟ اینجا هیدروژن نداریم؟ نداریم. اینجا داریم، حواست باشه.
ظرفیت کربن‌ها رو رعایت کنی اینجا هیدروژن داریم. آیا اینجا هم داریم؟ نه. ظرفیت کربن چنده؟ 4. 4 تاش هم مصرف کرد. پس هیدروژن نداریم. و 4 تا اینجا داریم. 2x اینجا داریم. 2x چی داریم سجاد؟ هیدروژن داریم که هیدروژن جرمش چنده؟ 1. 2x ضرب در 1 میشه همون 2x. دیگه چی داریم؟ اکسیژن. اکسیژنا رو هم بگو سجاد. 1 2 3 4 تا. 4 تا اکسیژن میشه 4 تا 16 تا. مجموعه اینا خودش گفته 192 میشه. از اینجا x رو به دست بیارید ببینید چند میشه. مثلا دارم میگم سجاد. Xمون مثلا بشه 4. درسته؟ یعنی این 3 هاش 2 میشه 4. 3 4 هاش 8. حله. نیاز نیست بازش کنی. 3 هاش 2 4 مرتبه. حالا که اینو به دست آوردی من اینجا رو دیگه پاک کنم. بله. میخواید اسکرین بگیر داشته باشید. من اینجا رو پاکش کنم. پس اینجا مثلا شد 4 تا. بله. حالا سوال گفته ساختار مونومرهای سازنده رو رسم کنید. آقا جدایی بنداز. بله. به سی او او هاش بده، او هاش بده، به او تنها هاش بده. الکل دو عاملی به دست اومد، اسید دو عاملی هم به دست اومد. ای جانم. مونومرهای سازنده کبلار داره ساختار زی. میگه کبلاری که یه پلی آمیده مونومراش اینه. سجا پلی آمید از چی تشکیل میشه؟ یه اسید دو عاملی و یه آمین دو عاملی. گفته فرمول ساختاری کبلار رو با استفاده از واحد تکرارش. بچه این دیگه تکراره دیگه. این دوتا رو بزنید به هم ببینید چی تشکیل میده. اوهاش رو از اسید بندازید بره. اوهاش از اسید بندازید بره. یه هاش هم از آمین بردارید. یه هاش هم از آمین بردارید. اینا رو بیارید بچسبونید به هم. این وسط چی تشکیل میشه سجاد؟ CON یعنی آمید تشکیل میشه. یه هیدروژن هم پایین بذارید جداش کنید. حل. آها این باحاله. اینجاش باحاله. میگه اگر تعداد مونومرها در هر مولکول کبلار به طور میانگین برابر با 3000 تا باشه، تعداد مونومرها 3000 تا باشه، جرم مولی آن به تقریب چقدر؟ به نظر چی کار باید کنیم سجاد؟ استاد مونومرهای کبلار این دوتا هستن یه، درسته؟ حله. گفته 3000 تا از اینا داریم. بچه ها میگه کبلار از اینا تشکیل شده. میگه فکر کنید مونومرهایی که کبلار رو درست کردن 3000 تا بودن. یعنی چی؟ یعنی 1500 تا. 1500 تاش اینه. 1000 نصف نصف دیگه. باریکلا. 1500 تا از این کنار 1500 تا از این قرار گرفته، مجموعه 3000 تا چی ایجاد کردن؟ کبلار. پس 1500 تا از این داریم، 1500 تا هم از این داریم. گفته بگو جرم مولی آن به تقریب چقدر است؟ بسم الله. جرم اینو پیدا میکنیم، ضرب در 1500. حله. جرم این ضرب در 1500. تمام شد. تمام شد. حالا یه چه باحال سجاد، یه چه جالب. الان پلیمری که اینا تشکیل میدن رو بنویسیم. بله. برو بریم اوهاشو بنداز بره. سی او. خب یه بنزن. یه بنزن. خب سی او. سی او از این ور به ان سی او که از این ور بیا یه هیدروژن رو بکن. بله. ان میاد بهش میچسبه، عامل آمیدی ایجاد میشه. در ادامه دوباره بنزن. یه حلقه یه بنزن یه و دوباره ان هاش اینجا رو میکنیم بیا. بله. این شد پلیمر ما. درسته. کبلار ما. حله. به نظرت واحد تکرار شونده اینجا چند تاست؟ یعنی چند تاست؟ الان 1500 تا از این داشتیم، 1500 تا از این داشتیم. آها. چند تا از این آقا تولید میشه؟ 1500. آها. پس این ان ما اینجا میشه 1500 تا. پس اون کبلار ما. بله. واحد تکرار شوندهش 1500. یعنی چی؟ یعنی 1500 تا از اینا رو الان بچینیم بغل همون کبلاره تولید شده. حالا سوال پرسیده اون کبلاره جرم مولیش چقدره؟ میگم کل این جرمه رو اگه ضرب در 1500 کنیم جرم مولی کبلار به دست میاد. پس من اشتباه گفتم. اشتباه گفتی. حله. تو گفتی ضرب در 3000 کنیم که اون غلط. نه نه اوکی بود، 1500 رو گفتم، من اینا رو هم حساب کردم. آها اضافه هاشو گفت. بچه این بقیهش این
او هاشه میده با اون هاشه آب میده که اونا رو نباید قاطیش کنی. شما بیایید جرم مولی اینجا رو به دست بیارید، عین سوال قبل. بله. چند تا کربن داریم؟ دوتا اینجا با این 6 تا 8 تا 6 تا هم اینجا داریم 14 تا بگو 14 تا کربن که هر کربن 12 به علاوه هیدروژن ها به علاوه نیتروژن ها هرچند مثلا دارم میگم جرم مولی این واحد تکرار شونده مثلا بشه 200. بله. اون 200 تا ضرب داره 1500 کنی جرم مولی اون کبلاره به دست میاد. سوال قشنگی بود، برو بریم ادامه. و اما سوال بعدی، ساختار آسپرین که ترکیب عالی دارویی است به صورت زیره. بچه این آسپرینه، من فرمول آخرشو میگم که سی نو هاش هش او چهاره. بشین به دست بیار ببین همینو به دست میاری یا نه، که اگه به دست نبیاری یعنی توی داری اشتباه میکنی. چند درصد جرمی آسپرین رو کربن؟ آقا درصد جرمی یه اتمی رو در یک مولکولی خاص چیکار میکنی؟ از جرم مولی استفاده. خیلی ساده است، دقیقا. آقا من اینه میگه درصد جرمی، یه خط کسری میذاری ضرب درصد. بله. صورت اون سوژه تو، اون چیزی که میخوای تقسیم بر کل مولکول، کل جرم و مولکول. بله. الان کیو میخواد؟ کربن. صد تا چند تا کربن داریم؟ 9 تا کربن 12. بله. تقسیم بر جرم مولی کلش کن تمومه. حالا چجوری به دست میاری جرم کل چقدر میشه؟ 9 تا 12 تا به علاوه 8 تا هیدروژن که یکه، به علاوه 4 تا اکسیژن که 16. جمع بزن. من چرا افتاد؟ من دیگه کات نمیدم، ادامه میدم، معذرت، فشار بالا بود این افتاد. جمع اینا رو بزن، هر چند شد بنداز تو مخرج، درصد رو به دست میاری. برو بریم بعدی. بعدی بیا. رفت. استری با فرمول اصلا فرمول استرایم بود دیگه، CnH2NO2. بله. و جرم مولی 102 گرم بر مول که تعداد کربنه. سجاد اسید استر از چی تشکیل شده؟ اسید و الکل. استرها از اسید و الکل تشکیل میشن. خودش گفته تعداد کربن اسید سازندش. بله. یکی بیشتر از استر سازندش میشه. ببخشید، یکی بیشتر از الکل سازندش هستش. پس ما میگیم استر از چی تشکیل شده؟ اسید و الکل. بله. میگه این آقا استره اسیدش از الکلش یک کربن بیشتر داره. آه. بریم ببینیم چیا میگه. گفته فرمول ساختاری. بله. و نام استر رو بنویسید. نگهدار. جالب شد. استر ما چیه سجاد؟ CnH2NO2. هر چیه جرمش شده 102. جرم مولیشو داده. بله. خب بچه ما بریم جرم مولی رو بذاریم مساوی همون 102 قرار بدیم. کربن چنده؟ 12. چه ضرب در N بشه؟ میشه 12N. هیدروژن چنده؟ 1. ضرب در 2N میشه 2N. بله. دو تا اکسیژن، دو تا 16 تا، 32 تا مساوی 102. بله. N و M بودو 14 N مساوی 102 منهای 32 70. دم شما گرم. N تقسیم بر 2 5. یعنی چی سجاد؟ یعنی این استر تو N اش چند بوده؟ 5. خب میشه چی؟ میشه C 5 هاش 10 O 2. آه استر ما این بوده C 5 هاش 10 O 2. گفته نیروهای بین مولکولی در آن از چه نوعی است؟ خب بچه ها اولا استر پیوند هیدروژنی که نمیتونه بده، هاش متصل به اف او یا ان نداره، پس از نوع واندروالسی هستش. بگذاریم این فصل 3 سال دهمه. شمار جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی را در آن بنویسید. اینش هست. سجاد به نظر تو الان این استر 5 کربونه رو من اینجا رو پاک کنم چی جوریه؟ اولا مگه استر این نیست سی او او؟ آخ 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 آخ. الان چی جوری 5 تا کربن رو بذارم؟ از این جملاتی که اینجا گفته بود استفاده کن. تعداد کربن اسیدش یکی بیشتر از الکلش باید باشه. 5 بود. آها. پس الکله 4 تا کربن داره. نه ایچه با حال بگم خیلی جالبه، با این سوال همه چیزت به محک کشیده میشه. اینجا سجاد
صرف نظر این که اون 5 تا کربن الان بالاخره چند تاشو یا باید این بر بذاریم چند تاشم میمونه این بر باید بذاریم، چه حرکتی باید بزنیم؟ فکر کنم ما رسم کردیم مثلا یه تعداد کربن این بر گذاشتیم، یه تعداد کربن این بر گذاشتیم، واسه این که از این استره بله الکل و اسیدشو تشخیص بدیم چیکار میکردیم؟ جدایی بله. مینداختیم بین سی و او. به او تنها چی میدادیم؟ هاش میدادیم. فکر کنم من اینجا هاش دادم. هاش میدادی چی ایجاد میشد؟ الکل ایجاد میشد. و به این سی او ای او هاش میدیم اسید. حالا وایسا باید یه کاری کنی که اسیدی که ایجاد میشه بله. تعداد کربنش یکی بیشتر از تعداد بله. کربن الکل باشه بله. یعنی چی؟ کل کربن هایی که ما داریم چنده؟ استرمون چند کربونه شد؟ به دست آوردیم 5 کربن. این 5 تا کربن رو یه جوری باید بدی که به اسیده 3 تا برسه، به الکله 2 تا. در این صورت رو هم میشه 5 تا. و چرا به اسیده من یه دونه کربن بیشتر از الکل دادم؟ خودش گفته تعداد کربن اسیده یه دونه از الکل بیشتره. پس من 2 تا کربن میدم به این بله. بیا اینم هیدروژناش به این چند تا میمونه؟ 3 تا. وایسا 2 تاشو که اینجا گذاشتیم یه دونه هم که اینجا هست، از اون 5 تا چقدرش مونده؟ 2 تاشون. 3 تاش مصرف شده بچه اینا، 2 تا دیگه الان ما داریم. بیا آخ 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 اینم هیدروژناشه. الان قبول دارید این یه استره 5 کربن است؟ قبول دارید که الکل سازندش 2 کربونه، اسید سازندش 3 کربون، تعداد کربون اسیدش از الکلش یکی بیشتره؟ آخ شما رو جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندیش رو گفته به دست بیه. ناپیوندیش گفتم اکسیژن دیدی 2 جفت، اینم اکسیژن 2 جفت، مجموعاً 4 جفت. 4 جفت ناپیوندی داره. پیوندیاش هم که بیا از روی شکل مشخص هست، ولی من یک کلک هم یاد داده بودم از روی فرمول مولکولی که به دست آوردیم میتونیم تعداد جفت الکترون پیوندی رو تشخیص بدیم. بله. پیوند کربن ظرفیت پیوندش چنده؟ 4. قبلا فصل دوم توضیح 4 5 تا 20 تا به علاوه هیدروژن ظرفیت پیوندش 1 ضرب در 10 میشه 10، اکسیژن ظرفیت پیوندش 2 که ضرب در 2 بشه میشه 4 تقسیم بر 2 حاصل به دست میاد. تمام شد رفت. وای اسکندری. 150 گرم استیک اسید با مقدار کافی اتانول. سجاد این استیک اسید ما بله. با مقدار کافی اتانول. این همون C2H5OH. بله. هاشش رو داده بغلش، او رو تنها نوشته. مطابق معادله زیر واکنش میدهد. ساختار پیوند خط و نام ماده آ رو گفته بنویسید سجاد. به به. بیا ببین چی کار میکنم. این مگه استیک گفته استیک اسید؟ بچه استیک اسید همون اسمش اتانویک اسیده بره. یه اسید 2 کربن است اینه دیگه. سجاد یه اسید 2 کربن رو چجوری بکشم؟ یه عامل اسیدی میذارم، یه کربن دیگه هم میذارم. ظرفیت کربن رو رعایت کن، این میشه هیدروژنش. به علاوه اتانول شده. درسته. اتانول اینه، 2 تا کربن داره چسبیده به اوهاش، اینم هیدروژناشه. حله؟ اسید با این الکل چجوری واکنش میده؟ اوهاش از اسید، هاش از الکل بکشنید. حله؟ اینو بیار بچسبون به این. سجاد این کربنو که نمیتونیم بیاییم بچسبونیم به این. بچه این مولکول رو فکر کنید بچرخونید، بیارید از سمت او بچسبونید به این. این اوه میچسبه به این کربونه، چه عاملی ایجاد میشه؟ سی او او یا همون استر. من پایین میکشم بچه ها. چی ایجاد میشه؟ از این ور شروع کنیم بنویسیم. هاش سی دوتا هیدروژناشو میذارم سی او تا اینجا نوشتم. از این ور این ماده از کدوم کلش میاد میچسبه؟ از سمت کله اکسیژنش میچسبه. عامل استری ایجاد شده، 2 تا کربونم میذاریم دیگه. تمام شد رفتم. گفته نام ماده آ رو بنویسید. سجاد اسم این، اسم استر رو من تا الان توضیح ندادم که چی جوری بگید. یادت اینجا جدایی مینداختیم؟ بله. سجاد چیزی که چسبیده به این بر بله. چند کربونه؟ 2 کربن. 2 کربونه. بر وزن آلکیل بله. بگو.
اتیل. بالکشت. دو کربن میشه اتان، بر وزن آلکیل بگیم میشه اتیل. بله. این از این. حالا چیزایی که میمونه چیه؟ این قسمت. بله. چند تا کربن داره؟ دوتا. بر وزن آلکانوات بگو. اتانوات. چند کربن؟ دو. دو کربن میشه اتان، تهش اوات بده. میشه اتا نوات. اسمی میشه اتیل اتانوات. پس کلن اسم این استرها رو بر وزن چی میگیم؟ آلکیل آلکانوات. ببین چند کربنه؟ دو کربن میشه اتیل، دوباره دو کربنه میشه تانوات. اسمش شد اتیل تانوات. اگر در این واکنش منجر پاک کنم، 132 گرم ماده آب دست به واکنش خوش موازنه هست بچه ها، چیزی اتفاق نیفتاد، اوهاش و هاش کنده شد، رفت یه گوشه آب تولید کرد با اون استره، خودش موازنه است، همه ضرایب یک هستش. گفته اگه تو این واکنش 132 گرم سجاد بله. از این آقا 132 گرم تولید شده بله. به دست اومده، ما حساب کتاب کردیم بله. نه، خودش گفته تولید شده. این مقدار عملیه یا نظریه؟ عملیه. این عملیه بله. این عملیه، بیادبه، عملیه. گفته واضح درصدی رو به دست بیار بله. خب کاری نداره. چند گرم؟ 132 گرم. قبلش چی گفته بود؟ اینهاش 150 گرم استیک اسید داریم، از این آقا 150 گرم داریم. بچه ها مرور فصل اول آوردم واسهتون. از گرم این برید مولشو به دست بیارید، از مول این برید به مول این برسید، از مول این گرمشو به دست بیارید. چون از طریق روابط زنجیره‌ای به دست اومده میشه مقدار نظری، بنویسید ببینید چقدر میشه. آخر سر بازه درصدی رو میخواد، میشه عملی به نظری زب درصد. عملی رو داشتی، نظری رو به دست آوردی، زب درصد کن، بازه به دست بیاد. به به اسکندری. جرم مولی نمونه ای از پولی اتن که درجه پولیمری شدنش چقدره؟ این اون 5800. خب کاری نداره. سجا پولی اتن فرمولش چیه؟ پولی اتن اتنی بوده. یه اتن بذار. پاشارم بذاری. هیدروژن چقدر؟ یه دونه دوتا، اینم یه دونه دوتا، یه پیدا. اینه دیگه. بله. حله، این پلیمره. پلی اتن ما. درجاش هم گفته 5800. گفته جرم مولی این آقا رو حساب کن. بچه این الان پلیمر ماست، پلی اتن ماست. بله. که این واحد تکرار شونده چند هزار بار تکرار شده؟ 5800 بار تکرار شده. 5800 بار بچه اینو تکرار کنیم ببین چقدر گنده میشه، اصلا جا نمیشه اینجا. حالا گفته اون چیز گنده، جرم مولیش چقدره؟ خب میگم واحد تکرار شونده ما جرم مولیش چقدر میشه؟ دو تا کربن، دو تا 12 تا میشه 24 تا، با 4 تا هیدروژن میشه 28 تا. این 28 گرمه چند هزار بار تکرار شد؟ 5800 بار تکرار شده. ببین چقدر میشه حاصلش، میشه جرم مولی اون پلیمره. یک کیسه نگهداری خون از جنس پلی وینیل کلورید 12.5 گرم جرم داره، چند مول؟ ببین پلی وینیل کلوریده گفته اینقدر جرم داره، چند مول وینیل کلورید برای ساخت این کیسه؟ بس واکنشش رو من کامل بنویسم سجاد. واکنشش بود CH2 دوگانه CH که میخوره به یه دونه کلور. این چیه؟ این وینیل کلورید ماست. انتا از این در حالت گازی میدهد یه دونه چی؟ پیوند دوگانه رو بشکن، CH2 CH CL، از دو طرف ادامه داره، این مرتبه در حالت جامد. حالا یه دونه از این مرتبه در حالت جامد. بچه‌ها سوال دارم ازتون، یه چیز باحال سجاد. اگه 100 گرم مونومر بزنی تنگ هم، پلیمری که ایجاد میشه چند گرمه؟ 100 گرمه. چیزی خارج نمیشه بچه ها. اتم ها همون اتم ها هن، دوباره همون اتم ها هن. چیزی عوض نشد، فقط یه اتفاق افتاد، این پیونده شکست و مونومر ها از بغل چسبیدن به هم و شدن جا. ساختار فرقه، نحوه اتصال فرق کرد، وگرنه چیزی اضافه و کم نشد که بگیم گرمش کم و زیاد میشه. حالا باحال اینجاست، میگه پلی وینیل کلورید ما این آقا چند گرمه؟ 12.5. اجازه است این چون 12.5 گرمه بگم
اینم 12.5 گرمه. پلیمر با مجموع مونومرها جرمش یکسانه. چند مول وینیل کلورید برای ساخت این کیسه خون به کار؟ الان مول اینو میخواد از ما. مول چیو میخواد؟ وینیل کلورید. مول این آقا رو میخواد. چیشو داریم؟ گرمشو داریم. آقا وقتی گرم داری تبدیلش کن به مول دیگه، صورت میشه مول وینیل کلورید مخرج گرم وینیل کلورید. هر یه مول چند گرمه بچه‌ها؟ دو تا کربن داره. بله. میشه 24 تا با 3 تا هیدروژن، 27 تا با یه دونه کلور. کلور هم 35 نیمه، مجموعه فکر میکنم بشه 58 نیم. بنداز اینجا مولش به دست میاد. آخ 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 اسکندری عجب سوالایی. اه تموم شد، تموم شد. چک کنیم، چک کنیم، چک کنیم، چک کنیم. اه بیا اینجا ببینم پایان فصل 3. آخ پایان فصل 3 بزنم پخش شه بچه شما ببینید و لذت ببرید. 11 تموم شد. حتی از قسمت پلیمری شدن که مسائلش شاید واسهتون خیلی اهمیت نداشته باشم، انقدر سوال کار کردیم، انقدر مسئله با هم کار کردیم، انقدر جذاب. این هدیه خفن با تموم سختی هایی که داشت، شب بیداریاش، پشت صحنه هاش، ادیتاش، طراحیاش، با همه سختی هایی که داشتهش تموم شدهش. دوست داشتیم یه چیزی در حد نگاه‌های قشنگتون آماده کنیم که لایق اسم هدیه گذاشتن و روش داشته باشه و تقدیمتون کنیم. قطعاً میدونم که خیلی استفاده کردید، نمیخوام بگم، امیدوارم استفاده کرده باشید. قطعاً خیلی میتونه کمکتون کنه. عملاً میتونستیم چند تا سوال بندازیم، حلش کنیم، تموم بشه بره، اما گفتیم بذار کل کتاب کامل کامل واسهت مرور بشه که یه حرکتی هم واسه کنکورت زده باشه. خیلی دوستتون داریم. لینکی که در اختیارتون قرار گرفته، قسمت‌های مختلف مثل آپارات، یوتیوب، کانال تلگرامیمون قرار داره داشته باشیدش که اذیت نشید. به عنوان مثال فایل‌های پی دی افی که همین الان تدریس کردیم واسهتون توی کانال قرار گرفته، میتونید داشته باشید، پرینت بگیرید. اینا رو اولم گفته بودم، الانم دارم میگم که واسه سالای بعدم اذیت نشید. همه اون لینک ها رو داشته باشید، همه اون کانال ها رو، تا از آموزش های رایگانش بتونید نهایت استفاده رو ببرید. باز هم میگم خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. واسه تابستونتون هم کلی برنامه دارید. وقتی که با فهم آموز باشی نگران هیچ چیزی نباید باشی. خیلی دوستتون. بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم، ما دیگه خسته شدیم. شما هم خسته نباشید، بتره کنید با نتایجتون. خدا نگهدارتون.